عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، ما رو همراهی میکنن. فکر میکنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه آقای حسینیان این اعتصاب ها در شرکت نفت و صنایع پتروشیمی بر سرنوشت حکومت، و اینکه به طور کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم در شرایط حال حاضر چطور میتونه سپاه و نیروی سرکوب رو در تنگنای اقتصادی قرار بده؟ درود به شما. من صحبتم رو دوست دارم اینجوری شروع کنم که این اعتصابات اعتصابات جدیدی نیست، اما یه ویژگی خیلی جالبی داره و به نظر من خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، اینه که ما واسه اولین بار هم گستردگی خیلی زیادی تو این اعتصابات میبینیم، هم ورود کارکنان رسمی وزارت نفت و صنعت نفت. ما در سالهای پیش مثلا سال گذشته یا حتی دولت گذشته ما خیلی تحصن و اعتصابات گسترده کارگرای پیمانی داشتیم در اصلویه در جای مختلف، که همشون هم به دلیل شرایط تبعیض‌آمیز شغلی و شرایط استثمارگونه بوده. اما اینکه این سری کارمندان رسمی شرکت نفت، به قول معروف هم که فیلم شما نشون داد، پیراهن سفیدها، یقه سفیدهای شرکت نفت اومدن و در این اعتصابات به این گستردگی شرکت کردن، اما الان هم زنگ خطر رو در اتاقهای فکر جمهوری اسلامی به صدا در میاره، هم به شدت اعتبار و ویترین جمهوری اسلامی رو خراب میکنه. من یه نکته هم اضافه کنم، خیلی دوست دارم بهش اشاره کنم. جمهوری اسلامی صنعت نفت واسش همه چیزشه، یعنی وجود و بروز جمهوری اسلامی با صنعت نفت و درآمدهای نفتیه. اما میخوام این مثال واسه شما به کار برم که جمهوری اسلامی رو اگر ما یه انسان کچلواری پوش در نظر بگیریم، صنعت نفت یک شلوار مندرسی شده در تن جمهوری اسلامی که عملا دیگه با این شرایط تحریمی دیگه فکر نمی کنم جایی واسه مانور داشته باشه. آقای حسینیان، اجازه بدین اینجوری نگاه بکنیم که فکر می‌کنید چه تأثیری داشته باشه این اعتصاب‌ها بر شکل‌گیری تشکل‌های صنفی جدید و اساساً این نوع اعتصاب در شرایط کنونی صنفی تلقی میشه یا سیاسی؟ ببینید، چیزی که الان در خبرها اومده، من که با بعضی از دوستان حالا خبرنگاران امروز صبح تماس می‌گیرم صحبت می‌کردم، عملاً در ظاهر میگن صنفیه و شعارهاشون هم صنفی، افزایش حقوق، با رفتن وضعیت و رفاه معیشت. اما خب چه کسیه که الان تو وضعیت الان ایران ندونه که همه اخشار، کسی عظیمی از مردم ایران در پس ذهنشون چه نارضایتی عظیمی از جمهوری اسلامی دارن، و چه کسی که ندونه تمام بدبختیایی که خب ما الان دوچارش هستیم عملا مسئول مستقیمش حاکمیته. اما خب به همون اندازه که صنعت نفت صنعت برخوردار و مهم جمهوری اسلامیه، به همون اندازه هم فشارها و نظارتهایی به شدت سنگینی روی این صنعته. به خاطر همین تا همین امروز همشون لااقل تا جایی که من خبر دارم تأکید میخواستم بکنن که ما صنفی، ما سیاسی نیستیم، ما هیچ درخواست سیاسی نداریم، ما رو گره نزنین، وصل نکنین به شرایطی که حالا تو این 3 ماه گذشته در ایران اتفاق افتاده. اما خب ما یادمون نره دیگه، تا همین پارسال کارمندهایی داشتیم که اعتصاب میکردن، کارکنانی داشتیم که اعتصاب میکردن و از ترس سرکوب شدید عکس آقای خامنه‌ای رو میبردن فقط به این دلیل که سرکوب نشن و خواستهاشون رو بیان کنن. صنعت نفت هم الان به نظر من مجبوره که بگه که ما صنفیم و کار دیگه فعلا نمیتونم کنم. سپاسگزارم از توضیحات شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین.